با سلام خدمت بینندگان تلویزیون و آریا من علی رزا فدایی هستم مشاور امور مالی و نویسنده کتاب پرسونال فایننس مستری امروز راجع به کردیت کارت یا کارت های اعتباری میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم به تجربه برای من ثابت شده که کارت های اعتباری با توجه به راحتی زیادی که دارن و خصوصیات خیلی خوبی که دارن که بهشون میپردازیم متاسفانه اگر درست استفاده نشن باعث مشکلات زیادی در مسائل مالی خواهد شد کارت اعتباری کارت های اعتباری به صورت امروزی که برای عامه مردم به صورت انبوه بخواد استفاده بشه تقریبا از دهه هفتاد شروع شد در کشور آمریکا سه تا شرکت بسیار بزرگ هستند شرکت ویزا، مسترکارد و امریکن اکسپرس که احتمالا اسمشون رو قاعدتا باید آشنا باشیم باشون ارزم به حضورتون که کارت اعتباری میاد کارتی هستش که به شما یک رقمی رو اختصاص میده به عنوان اعتباری که پولی که شما در واقع ندارید و میتونین از این پول استفاده بکنین و بعدا پرداخت بکنین به این کارت در واقع مثال ارز میکنم مثلا شما یک جنسی خریداری میکنین به مبلغ 500 دلار یا 1000 دلار که شما کش براش پرداخت نمیکنید پول نقد براش پرداخت نمیکنید معمولا حدود 21 روز شما وقت دارید که این پول رو به کارت اعتباریتون برگردونید پرداخت بکنید بدون اینکه هیچ ای بخواین پرداخت بکنید متاسفانه مشکل از اونجا شروع میشه که بسیاری از افراد از این پولی که در واقع ندارن استفاده میکنن و میخوان که فقط اون مینیموم پیمنتی که بسته به کارت های مختلف متفاوت هستش که دو درصد یا سه درصد اون بالانس یا اون رقمی هستش که استفاده کردن رو به صورت ماهیانه میخوان بپردازن اون کار رو میخوان انجام بدن و متاسفانه بهره هایی که روی این کارت های اعتباری هستش رقم بسیار بالایی هستش بسیاری از این کارت های اعتباری نزدیک 19 درصد بهره روشون تعلق میگیره حضورتون ارز کنم که و در مورد یک سری کارت های دیگه هستن که توسط یکی از فروش یک سری از فروشگاه های زنجری... زنجری بزرگ اهدا میشن که اونها که رقم 28 تا 29 درصد بهرشون هست ولی خب اون کارت ها رو شما فقط میتونید در اون فروشگاه های خاص استفاده بکنید حضورتون ارز کنم که با توجه به مشکلات زیادی که این کارت های اعتباری میتونن به وجود بیارن که حتما بهشون میپردازیم و اینکه چی کار بکنیم که این مشکلات برای شما ایجاد نشه متاسفانه این یک مقدار ترسی ایجاد میکنه در برای یک سری از دوستانی که اصلا طرف این کارت ها نمیرن و ما میگن که خب ما اصلا این کارت ها رو احتیاج نداریم من اگر اجازه بدین بیام از اول از خوبی های این کارت ها برای شما صحبت بکنم اول اینکه بسیار استفاده از این کارت ها راحت هست من یک سری نمونه هایی برای شما بگم شما اغلب بخواین هتلی برین یا ارزم به حضورتون که بخواین ماشینی کرایه بکنین جایی در موقع مسافرت این کارت اعتباری را از شما میخوان اگر بخواین که خریدی به صورت از فروشگاه های آنلاین یا مجازی انجام بدین که خب خیلی زیاد انجام میدیم این کار رو مخصوصا این روزها احتیاج به این کارت اعتباری هستش و مهمتر از همه اینها احتمالا اگر شنیده باشین اینجا میگن که باید از روز اول شروع بکنین کانادا شد که تشریف آوردین کردیت خودتون رو یا اعتبار خودتون رو بسازین یکی از راحت ترین کارهایی که شما میتونین انجام بدین استفاده صحیح از این کارت ها هست و پرداخت به موقعی به این کارت ها که این کارت ها ارزم به حضورتون که این شرکت ها به مؤسسات اعتباری و مؤسسات مثل ترانز یونیون یا اکویفکس که به قول معروف کردیت ریپورت یا کردیت بیورو یا اون رقم یا نمره که شما برای اعتبارتون هر کسی داره این موارد رو این به اینها ریپورت میکنن به اینها گزارش میدن و باعث میشه که کردیت شما یا اعتبار شما بالا بره هر چقدر که شما استفاده بکنید به موقع پرداخت بکنید این کارت ها رو اعتبار شما به مراتب و در طول زمان ساخته خواهد شد در کنار امتیازات بسیار خوبی که این کارت های اعتباری دارند اگر درست استفاده ازشون نشه متاسفانه مشکلات مالی زیادی میتونن ایجاد بکنن من به چند تا نکته اتیاج اشاره میکنم که یک سری اشتباهات رایجی هستش که دوستان این اشتباهات رو تکرار نکنن یکی از مسائلی که من خیلی باهاش برخورد کردم این هستش که ببینید چون این کردیت کارت یا اعتبار پولی هستش که شما در واقع ندارین به صورت نقد متاسفانه خیلی از دوستان میان از این اعتبار یا از این لیمیتی که دارن روی کارتشون استفاده میکنن و چون اون مینیموم پیمنت یا حداقل حد پرداختی که شما باید به صورت ماهیانه انجام بدین فقط دو یا سه درصد اون رقمی هستش که شما استفاده کردین از کارتتون و قاعدتا رقم کوچکتری هستش متاسفانه این رقم چون خیلی راحت هستش برای اکثر مردم پرداختش متاسفانه فقط بسنده میکنن به این رقم حداقل حد رو پرداخت کردن و اون بالانسی که روی کردیت کارتشون در واقع بدهی دارن با بهره های نرخ بهره های بالا اون میاد بسیاری رقم قابل توجهی رو هر چقدر که بخوان این بهره رو پرداخت بکنن متاسفانه میاد این بهره تا مدت طولانی میمونه اونجا تصور بکنین شما مثلا ده هزار دلار روی کردیت کارتتون اگر استفاده کرده باشین و فقط مینیمم پیمنتش رو بدین تصور کنین که 19 درصد در سال معمولا روی اکثر کردیت کارت ها شما این بهره رو باید پرداخت بکنین که من مطمئنم موافق هستین که رقم واقعا قابل توجهی هستش که شما در واقع پولو دارین دور میریزین بهترین روش استفاده از کردیت کارت این هستش که شما واقعا فکر بکنید که این پولی هستش که من دارم واقعا به عنوان پول نقد از کردیت کارت هم استفاده می کنم و کامل این پول رو ظرف اون 21 روز یا زمانی که اون استیتمنت یا صورت حساب شما رو برای شما میفرستن به صورت کامل پرداخت بکنید بهترین نحوه استفاده از کردیت کارت این هست چند نکته اساسی هست که اعتبار شما رو در واقع خراب میکنه همونطوری که عرض کردم کردیت کارت و پرداخت به موقعش استفاده درست و پرداخت به موقعش میتونه اه, به اعتبار شما کمک بکنه چند نکته اساسی هستش که شما واقعا باید برحضر باشه باش یک باید کردیت کارتتون رو به موقع پرداخت بکنین حداقل اون حد اقل پرداخت رو حتما باید انجام بدین من تا اونجایی که اطلاع دارم شما میتونین که با حالا از طریق اون کردیت کارت کامپنی اصلا تنظیم بکنید که حداقل حد اون رقم حداقل حد رو از حساب بانکی شما پرداخت بکنن یا اصلا کل اون رقمی که شما بده کار هستین روی کردیت کارتشون رو کامل پرداخت بکنن که این خب خودش خیلی راحتتر میکنه کار رو اینکه شما یک موقع فراموش بکنین نتونین یادتون رفته باشه پرداخت بکنین دیگه اون مشکل برای شما وجود نخواهد داشت و از اون لیمیتی که یا سقف اعتباری که به شما دادن هیچ دلیلی نداره شما بخواین از همه اون استفاده بکنین شما اگر رقم زیادی روی کارت اعتباریتون بدهی داشته باشین به مدت طولانی این هم میاد اعتبار شما رو در واقع خراب میکنه ارزم به حضورتون که و یک نکته دیگه که من بخوام یه راهنمایی خیلی ساده بکنم کارت اعتباری یک دونه واقعا کافیه من خودم از زمانی که توی این کشور اومدم یک دونه همیشه من یک دونه کارت اعتباری بیشتر نداشتم وقتی که شما بیان چند تا کارت اعتباری داشته باشین و کاملا اینو متوجهم که زمانی بود فقط خب بانک ها به شما کارت اعتباری پیشنهاد میکردن الان شما تقریبا هر فروشگاه ای که برین به شما کارت های اعتباری میخوام پیشنهاد بکنن هیچ دلیلی نداره که شما این پیشنهادات رو بخواین قبول بکنید چون به تجربه من دیدم متاسفانه وقتی که این کارت های اعتباری تعدادشون زیاد میشه و حالا این فروشگاه زنجیری به شما میگن که آقا از کارت ما استفاده بکن اینقدر تخفیف بگیر این یکی فروشگاه اینقدر تخفیف بگیر متاسفانه وقتی که بدهی های شما زیاد میشه روی این کارت های مختلف مدیریت کردن پرداخت این کارت های اعتباری برای شما سخت درخواهد خواهد شد و در موارد خوب خیلی حاد و اه اه متاسفانه خیلی بد موردهای بدی من دیدم که از این کارت استفاده میکنن که پیمنت یک کارت دیگر رو بخوان انجام بدن از اون کارت استفاده میکنن یعنی واقعا میشه یک زنجیره که واقعا فقط شما داره اعتبار شما رو خراب میکنه همین نکات بسیار ساده رو شما رایت بکنید هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد اومد یک تونه کردیت کارت پرداخت به موقع و خاطرتون باشه این پولی هستش که بدهی شما هست و باید به موقع پرداختش بکنین اگر به حل دلیل نتونستین رقم کامل رو پرداخت بکنین حتما اون حداقل پرداخت رو بپردازین من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده که انشالله در مورد بیمه های مختلف صحبت بکنم